دوباره خوش آمدید. خوشبختانه تماس اسکایپ داریم با آقای علی اسکر لالی، مربی سابق تیم ملی فوتبال افغانستان، مدرس فیفا و مدرس فدراسیون فوتبال آلمان. در رابطه با ورزش صحبت میکنیم، در رابطه با ورزش افغانستان، در رابطه با هالند، بازیکن 100 میلیونی دورتموند که در این روزها به یک هیولا تبدیل شده در سن 19 سالگی، در رابطه با کریستیانو رونالدو، در رابطه با فوتبال افغانستان. خوش آمدید به برنامه آقای لالی. خیلی خوشحال هستیم که شما را دوباره میبینیم. شکر که صحتمند هستین. سلام بر شما آقای رهنورد، سلام به همکاران عزیز شما و همچنان به کسایی که مرا میبینن، به دوستان عزیز و علاقمندان ورزش. بخیر باشین آقای لالی. در رابطه با ورزش افغانستان در مجموع صحبت کنین، صحبت های شما در این رابطه چی است؟ خب ورزش افغانستان فعلا به نظر ما در حالت رکود است. مشکلات زیادی در ورزش افغانستان وجود داره، به برنامگی زیاد وجود داره. اصلا ما کدام خط قرمز نمیبینم که بتونیم ورزش افغانستان رو تعریف کنیم. هیچ گونه برنامه ما نمیبینم که بگویم واو، یک برنامه ریخته شد برای ورزش افغانستان. فکر میکنم شما همه شاهد هستیم که ورزش در ولایت تقریبا کاملا مرده، اصلا ورزش وجود نداره در ولایت. متاسفانه به برنامگی و رهبری ضعیف آقای رحیمی باعث از این شده که ورزش کاملا در حالت رکود قرار بگیره. رای حل چی است آقای لالی؟ رای حل ایست که ما فکر میکنم که در یعنی سران ورزش تبدیل شود دیگه به نظر شما؟ در اطراف آقای رحیمی کسایی نیستن که کارشناس باشن در قسمت ورزش و هیچ گونه کارشناس ما در کارشناس درسته که بتواند برنامه بریزن، برنامه ریز باشن برای ورزش افغانستان، در کنار آقای رحیمی نمیبینم. خودش هم کسی است که تجربه کافی نداره در اتی یک ارگان بزرگ مثل تربیت بدنی و المپیک و ادغام اردو ادغام اردو ارگان باعث از این شده که یک اندازه مشکلات زیادتر شود، چون وقتی که المپیک و تربیت بدنی و مدغم باشن راه های به وجود آمدن فساد در ارگان به وجود میاد که متاسفانه این کار شده و تقریبا مدغم هستن با هم، اگرچه به نام از هم جدا هستن اما فکت ایست که با هم مدغم هستن. چند روز قبل هم که فوتبال دستی فدراسیونش افتتاح شد و فدراسیون های اصلی که خیلی ها در بحران هستن و اصلا سفر ندارن، در دو سال هم یک سفر ندارن، بودجه ندارن، بودجه معلوم نیست، البته بودجه 98 هم معلوم نیست، مشخص نیست که در کجا مصرف شده و بودجه 99 هم تا هنوز معلوم نیست. خب آقای لالی، از بحث با شما دور نریم، خدا کنه که یک تغییرات بیه و انتخابات هم نتایجش معلوم شه و ببینیم که چی خواهد شد آینده ورزش افغانستان. در رابطه با باشگاه های آلمان صحبت میکنیم، در رابطه با بوندسلیگا صحبت میکنیم. بوندسلیگا یکی از لیگ های پرطرفدار اروپا است و دورتموند یک بازیکن خرید در ترکیب خود 100 میلیون که خیلی ها انتقاد کردند بالای بورسیا دورتموند که یک بازیکن 19 ساله را چرا شما 100 میلیون خریداری کردین آقای هالند را، و در 4 بازی 8 گل به ثمر رسانده. دیشب هم با توجه به اینکه حذف شد دورتموند اما یک گل زد در 4 بازی 8 گل، آینده این بازیکن چگونه میبینین؟ شناخت دارین از هالند؟ بله، چیز واضحه که تا اندازه زیاد شناخت دارم از آقای هالند. اینا وقتی که امی خبر پخش شد که اونا را دورتموند خریده، من معلومات دربارش کسب کردم. بازیکن جوان بسیار خوب است که اگرچه به خاطر جوان بودنش عقبه چندان نداره در بهترین تیمی که بازی کرده در زالسبورگ، آر بی زالسبورگ اتریش بودن، بله، در اونجا بازی کرده و در چمپیونز لیگ هم
بازی های داشته، در چمپیونز لیگ هم 8 در 6 بازی 8 گل زده و یک گلزن بسیار قوی است که ما به این قدرت در این سن تا حال بازیکن را ندیده بودم که به این اندازه بتونه، یعنی امو سیتویشن را درک کنم و حالت را درک کنم و در موقعش در جایی باشه که بتونه گل بزنه. حالا من به این ایران هستم آقای علی که از گیر ریال مادرید چطور خطا خوردی بازی کن؟ خب تیمای زیاد علاقه مند خریداری از این بودن، منتها فکر میکنم که بعضی بازیکن‌ها هم آینده خود در بعض تیم‌ها اول می‌بینن. شاید من فکر میکنم که دورتموند این بازیکن در نهایت نگاه کرده نمی‌تونه، تیم‌های بزرگ او را حتما خوان خرید. فعلا با آمدن هالند یک بازیکن بسیار قوی را در پلی سانچز و بازیکن‌های دیگه که در خط حمله داره مثل آقای مثلا بازیکنان جوان که و بازیکنان همچنان بازیکنان دیگه خوبه که در خط حمله داره، متاسفانه در خط دفاع کم ضعیف است. بازیکنان رام که خریدن در امسال در خط دفاع بازیکنان نبودن که نیستن که امو موقعیت بتونه موقعیت که دورتموند میخواد و موقعیت قرار بگیره و را تثبیت کنن. در رابطه با لالیگا صحبت کنین آقای علی، در لالیگا امسال کدام تیم قهرمان خواهد شد؟ پیش بینی شما چی است با توجه به 22 21 بازی را که شما دیدین و نگاه کردین و همچنان تغییر در رهبری بارسلونا؟ خب بارسلونا اگرچه در اوایل بسیار بازی های بسیار قوی داشت، اما در آخر مخصوصا در بازی که در عربستان سعودی در سوپر کپ داشت باعث ازی شد که مربی خودم مرخص کنه بارسلونا و فعلا در یک عبارت قرار گرفته که مشکل است بفهمی که بعد از اینکه مربی رو تغییر دادن، یک مربی که تجربه کافی نداره او را آوردن، با این مربی میتونه در مقابل رئال مادرید قرار بگیره. یعنی فعلا در یک حالت قرار داره که یک مربی را آوردن که نام و نشان نداره و تجربه کافی هم نداره و در جدول هم بارسلونا در عقب فعلا در عقب رئال مادرید قرار داره و من فکر میکنم که فعلا در رئال مادرید در موقعیت بهتر است نسبت به بارسلونا، اما تیم بارسلونا تیم است که میتونه همیشه با ستاره هایی که دارد بدرخشه. سوارز فعلا متاسفانه مصدوم است. سوارز فکر کنم دیگه بازی نکرده، بازی نخواد که بتونه، گفتن که استخوان پایش کسر کرده. بله، چهار ماه بازی کرده نمیتونه سوارز، به مو خاطر در نوک حمله اونا مشکل دارن با سیستمی که مربی جدید بارسلونا هم بازی میکنه. سیستم است که تقریبا 3-4-2-1 بازی میکنه اکثرا که در نوک حمله یک بازیکن خوب را ذره داره. فعلا گریسمن در اختیار داره، اما گریسمن با مثل سوارس مثلا بازیکن نیست که در نوک حمله موثر باشه، زیادتر در عقب حمله موثر تر است مثل مسی واره. بله، به خاطر من فکر میکنم رئال مادرید فعلا در موقعیت بهتر است نسبت به بارسلونا، اما بارسلونا تیم است که هیچ وقت نمیتونه آدم رو دست کم بگیره. آقای کریس رونالدو در سال 2020 نمرش 20 است، در تمامی بازی هایی که به میدان رفته گلزنی کرده. پس از این که توپ طلا را به مسی بتن، پیش از این که توپ طلا را به مسی بتن، در 6 بازی در 11 بازی 6 گل زده بود. بعد از اینکه اعلام شد توپ طلا به مسی رسید، رونالدو در 8 بازی 14 گل زده. رونالدو اسطوره تسلیم نشدن است، این بر ما مشخص ساخته. وقتی که 4-1 در توپ طلا پس بود، کامبک زد رونالدو که خودش 5-5 مساوی کرد. با هیچ کسی فکر نمیکرد، یعنی خوشبین ترین هوادار رئال مادرید و کریس رونالدو فکر نمیکرد که مساوی شود یک روزه، اما مساوی شد. در سال 2020 آیا توپ طلا بر رونالدو خواهد رسید و بر ریکارد مسی خواهد رسید یا خیر؟ خب اول اینکه ما رونالدو تازه 35 ساله شده،
تبریک میگیم به هوادارانش 35 سالگی آقای رونالدو را. رونالدو در 9 بازی اخیر همیشه گل زده و بازیکن است که به گفته شما وقتی که به مسی بهترین بازیکن انتخاب شد دوباره برگشت و بله. نشان داد که رونالدو هنوز هم با سن زیادش با 35 در 35 سالگی میتونه یا در 34 سالگی میتونه یکی از بزرگترین فوتبالرهای باشه که در دنیا وجود داره. ما نمیتونم بگویم که آیا همی چیز خود حفظ کرده میتونه در طول 2020، هنوز ما در اوایل 2020 قرار داریم تا آخر میتونه حفظ کنه خود رونالدو، اما رونالدو همیشه نشان داده که زحمتکش است و پشت کار زیاد داره و همیشه در میادین تمرین وجود داره. نسبت به هر بازیکن دیگه زیادتر تمرین میکنه و همیشه آمادگی بدنی بسیار قوی داره. به مو خاطر من فکر میکنم که هنوز هم مثل دهه گذشته رونالدو و مسی دو بازیکن هستند که انحصار تبلیغات ورزش فوتبال در اختیار خود دارند. پس از مسی و رونالدو بازیکنهایی که بیشترین شانس برای بردن توپ طلا دارند چه کسانی هستند آقای لری؟ خب بازیکن فعلا بازیکنهای زیاد هستند، جوان هستند، بازیکن در بازیکن هالندی که میتونه چیز یک حریف بزرگ چیز باشه، منتها در خط دفاع بازی میکنه، اسمش شمیل از وندایک در لیورپول. وندایک در لیورپول بازی میکنه. وندایک باز به نظر ما مثل سال گذشته نگرفتیم، سال دیگه نمیگیره هیچ وقت. بله سال گذشته بسیار درخشش بسیار قوی داشت، ببینیم که امسال چگونه می درخشه. بازیکن های جوان هستن که میتونن شاید امباپه روشن، اما فعلا کسی به پای مسی و رونالدو نمیرسه. فکر میکنم که در چند سال آینده هم این دو بازیکن، یکی دو سال آینده هم این دو بازیکن امی انصار تبلیغات به دوش خود خواهد داشت. بازیکن های جوان فوتبال مثل مال چینایی بارزه که گرنتی نهیه میگه بایی و قول هندوستانی ها. امیدوار هستیم که هالند بتونه امی چیز خود حفظ کنه. هالند خودت به گفته خود هالند او هنوز 100% آمادگی بدنی نداره، آماده نیست. اگه همه تو بدرخشه و 100% آماده شد به گفته خودش باید میتونه یک حریف خوبی باشه برای رونالدو و مسی. یا خیر باشه، امیدوارستم یک روز با اگر همین گونه پیش بره امیدوارستم یک روز با پیراهن ریال مدرید ببینمش. تشکر آقای لالی از وقتایتان، بخیر باشین. شکر. ما میخواییم که در پیران دورتمون ببینه میشه. سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر. امیدوار هستم که تیم شما قهرمان بوندسلیگا شه، به خاطر که یک نواخت شده قهرمانی بایر مونیخ هم در بوندسلیگا. قهرمان اروپا خونه میشه، انشاءالله قهرمان آلمان شد. بخیر باشین آقای لالی، تشکر از صحبتایتان. سلام. خیر باشین. خدمت شما، خدمت عزیزان شما.